عاشق بهایی خیلی حکایت داره. این خونه قدمتش بیش از 400 ساله، در واقع قسمتی از کاخ عمه شاه عباس بوده، مریم سلطان بیگم، که بعد از فوت عمه شاه عباس اینجا رو میده برای سکونت به شیخ بهایی، و شیخ بهایی که از پرداخت قیمت این خونه عاجز بوده و ناتوان از نظر مالی ضعیف بوده، به شاه عباس میگه من این به اصطلاح پولو نمیتونم بپردازم بهای این خونه رو، و شاه عباس ازش میخواد به جای بهای اصلی خونه روزی 5 بار برای عمش توی خونه نماز بذاره و قرآن بخونه، و شیخ راضی میشه و تو مدت‌ها در این خونه ساکن بوده، به طوری که پروژه حمام معروفش هم که در اون زمان بی‌نظیر بوده در عهد خودش توی زیرزمین همین خونه طراحی میکنه، اجرا میکنه. مدت‌ها توی اصفهان دنبال یه خونه قدیمی بودیم که بخریم، و هر وقت میایم 2-3 ماهی اصفهان هستیم اون خونه رو به جای هتل استفاده کنیم. روزی که اومدیم اصفهان جدی دنبال خونه بگردیم، این خونه رو به ما پیشنهاد کردن، و ما قبل از اینکه خونه رو بخریم خونه رو توی کوچه قولنامه کردیم. نه یک سقف سالمی توی خونه وجود داشت، نه کف زمین سالمی، ولی انقدر جذاب و گیرا بود خود محیط خونه که ما هیچ وقت پشیمون نشدیم. صاحب خونه یه زن شوهر خیلی پیر بودن که دیگه نمیتونستن خونه رو نگه دارن، خونه رو به نابودی بود و میخواستن اینا هر چه زودتر خونه رو بفروشن و یه جای راحت تری برای خودشون تهیه کنن. روزی که از محضر اومدیم، این خانم که یه خانم مسنی بود گفت این کابینت‌های آشپزخونه و اینا رو اگه نمیخوای بده به من. من گفتم ما هیچی از این خونه نمیخوایم، اینا که فعلا تو این خونه است به درد ما نمیخوره، شما هر چی لازم دارین از این خونه ببرید. و این خانم اینقدر خوشحال شد گفت بیا در گوشت یه چیزی بگم. بی عباشی به من گفت اینجا خونه شیخ بهایی، اقوامشم هنوز زنده، ولی من تا حالا بروز ندادم که اینجا را از شنگ من در نیاره میراث فرهنگی. ما اول خب باورمون نشد، گفتیم حالا حتما شایع است یا این نیست. بعد تحقیقات کردیم، به اداره ثبت مراجعه کردم، مدارک خونه رو دیدم که حقیقت داره. بعد ورثه شیخ، بازمانده های شیخ خودشون اومدن اینجا زمان که ما مرمت میکردیم، یه خانم محسن و یه خانم جوانتر اومدن و گفتن که اینجا زندگی میکردن، قسمت جنوب شرق خونه توی زیرزمینش. وقتی که ما کف برداری کردیم که کف جدید بسازیم، چاهای مرتبطه و تنبوشه های سفالی که مثلا کارشناسا گفتن شیخ از گاز حاصله از منجلاب یا فاضلاب مسجد جامع که گاز متان بوده استفاده میکرده، گاز به وسیله این تنبوشه ها هدایت میکرده و از خونه ما نقل داره به حمام شیخ بهایی، تا اونجا میرفته و اون شمع به وسیله این گاز متان روشن بوده و قطره‌های روغنی که روش میچکیده که خاموش نشه، تا فکر میکنم اوائل یا اواسط سلطنت پهلوی که کاوشگرها و پژوهشگرای ایتالیایی و آمریکایی میان که علت روشن بودن شمع رو پیدا کنن، یه تخریبی انجام میدن و دیگه اون شمع روشن نمیشه. من چی تعریف کنم که با این خونه همه چی هستیم و بدون این خونه هیچی هست. چون من با تمام ذرات این خونه، با میخا، چفتا، قفلا، درا، پنجره ها، زمینش، دیواراش، آینه هاش، کاشیاش، نه به خاطر زیباییشون، به خاطر جاذبه‌ای که دارن، به خاطر نیروی زندگی که به من میدن زنده هستم.